بشم هشم به شم هشم نعصه و نسلی اختراسی والان و مشه مراشا قهیلت یعقوب به ذات اشمید بارخ پاراشای شفتی فصل 17 پاسخ 14 میفرماید که کتابو الهاارس اله ها آرس خانوتن لاخ ویریش تا تا و آمر تا آسیم آلای مرخ کی خل هگویی مشه سویوتای هرگاه بیایی بیان سرزمینی که خداوند قادر تو به تو میده و تصرف کنی اون رو و سکونت کنی در اون و بگی بگذارم بر خودم پادشاهی مثل تمام ملت هایی که در اطراف من هستند پاسخ پونزده میفرماید که سوم تا سیم آلخا ملخ البته بگذار بر خودت پادشاهی اون کسی که انتخاب خواهد کرد خداوند قادر تو اون رو از میان برادرانت قرار بده بر سر خودت پادشاه نمیتونی که قرار بدی بر سر خودت فرد بیگانه ای که از برادر تو نیست حالا برای خیلی مقادش در توضیح این پاسخ میفرماید به کتابو به گمر و آمرتا اینکه پاسخ گفته هرگاه بیایی و بگویی مفهوم اینه که دستور خداوند بر شما نیست که پادشاه انتخاب کنید بلکه اینکه گفته به آمرتا میخواد بگه که اجازه دست توه اگر بیای بگی من پادشاه میخوام خب اجازه داریم البته با شرایطی و از اونجی که در پاسخ بعد گفته تاسیم اینجا میخواد بگه که دستوره که بر خودت پادشاه بگذاری پس یه جا میبینیم که گفته به آمرتا اگه بخوای پادشاه بگذاری پس اختیاری و یه جای دیگه پاسخ بعد میبینیم که اومده گفته تاسیم. البته بگذار و این توضیحش اینه که میفرماید بهنیره و به نظر میرسه که منظور این پاسخها به این طریقه یش به مینوی هملخ شنگه داریم در منصوب کردن پادشاه دو تا حد و اندازه و مرز وجود داره آلف اول اینکه تو بیای توکل به او ببندی که اون جنگ ها رو مدیریت کنه با اون عقل و درک زیادی که داره و خارج بشه مثل یک پهلوانی در روز جنگ مثل طریق پادشه های دیگه و این در حضور خداوند مغزوب و دشمن داشته است زیرا ترتیب پادشه های دیگه لویل خوبایم اونا دنبال رفتار درست نمیرن بلکه به دنبال منافع خودشون هستن انتا اگر در اون پادشاه هم نکته خوب و معنوی دیده نشه همچنین اون رو مورد توکل خودشون قرار میدن و از اشم قلبشون دور میشه حد دو مرز دوم اینه که برای احترام و افتخار جامعه اسرائیل اونا میخوان پادشاه داشته باشن به خاطر اینکه که عشم به زخوت این پادشاه شایسته اون طریقه ای که خداوند ملت رو نجات میده توسط اون قاضیانشون توسط پادشاهانی که کاشر هستن و تو بیا از داوید یاد بگیر و این موضوع آبرو و عقل خوب در نظر خداوند و انسان توضیح اینه که در انتخاب پادشاه دو مرحله وجود داره یا یعنی اینکه میخوان یه پادشاه انتخاب کنن که او رو مورد توکل خودشون قرار بدن اون در جنگ بره و همه کاره اوناست دیگه کاری به خدا ندارن و این آسوره و خداوند رو دوست نمیداره ولی اگر میخوان برای افتخار جامعه اسرائیل پادشاهی داشته باشن که یک پادشاه شایسته خداشناس خدا ترسه اونها رو به خدا نزدیک کنه و نجاتی که اشم میخواد بفرسته توسط این پادشاه شایسته بفرسته مثل داوید امیر خالو و این هم خدا راضیه هم خلق خدا و پاسخ 14 و 15 روی دو حالت توضیح میده پاسخ 14 حالت اول که مغزوب خداست و پاسخ 15 حالتی که مورد قبول خداست و یک پادشاه شایسته رو انتخاب میکنن که وسیله نجات ملت از طرف خدا باشه حالا برای خیلی ادامه میدن به با دوارا حتوف و اینجا اومده این مطلب رو گفته با امر کتاب و هرگاه بیایی و بگویی بر خودم پادشاه بگذارم مثل ملت های دیگه و این حالت اوله که ما گفتیم و مورد قبول نیست و هشم این رو خوشش نمیاد به گامر اومد در پاسخ پونزده میگه سوم تاسیم البته بگذار پیروش توضیحش اینه که پا بر جا نمیشه این موضوع بد بلکه اینجوری که من میگم خدا انتخاب میکنه تو باید پادشاه بگذاری و گفتن ربوت نوزال که این محمدی ملخ بیتخیلا یعنی برپا نمیکنن پادشاه رو در ابتدا بلکه به امر دادگاه هفتاد و یک نفری که پیران هستند قاضیان هستند و بر طبق دستور ناوی تا اینجا مطلب هست و پادشاهی که گمارده میشه به این ترتیب نیست مثل پادشاهانی که بر ملت های دیگه هستن همونطوری که در پاسخ میگه شما مثل ملت های دیگه پادشاه میخواد و این مورد قبول هشم نیست او ویزه و بر طبقه این گفته سوم تا سیم یعنی البته پادشاه بگذار و اینجا میخواد بگه که این میسواست و رد کنه حالت ها و شرایط غلط رو و اینجا خداوند این حکمت رو به کار برده و هم مقدم کرده و آمرتا و آسیما یعنی خودت بیای بگی من میخوام اونجوری که خودم میخوام بگذارم و اومده این را رد کرده با سومتاسیم اونجوری که من میگم باید بذاری شزولت زه که اگه بخوایم به غیر از این توضیح بدیم مفهوم نیست که خداوند آسور کرده پادشاه گذاشتن و چون تمام ملت ها. همچنین که گفته اشریف خر که انتخاب کند خداوند خارقه یعنی طبق انتخاب خدا باید پادشاهی که میخوای بذاری باشه و مفهوم نیست که اومده آسور کنه مثل تمام ملت ها و میتونه هر دوش باشه و نه که مفهوم بشه در گفتار تاسیم که البته بگذار که این رشوت از این که اومده تکرار کرده پس گفته که حتما میتونی بذاری البته با شرایطی که من به تو دارم توضیح میدم بنابراین اینجا با لغت هایی که تورات حق دوشا به کار برده میخواد به ما بگه با شرایطی که من میگم تو میتونه پادشاه بذاری نه اونجوری که خود دلت میخواد که بهش اتکا کنی و این پادشاه آدم شایسته هم نباشه و این باعث بشه که تو از خداوند دور بشی به تیم صحبتون میبینیم موقعی که خداوند سخت میگیره بر جامعه اسرائیل موقعی که در زمان شموئل اونا میخوان پادشاه داشته باشن و اینجا ایراده چرا هشم سخت میگیره مگر نه اینکه اینجا خداوند اجازه داده اگر میخوای میتونی پادشاه داشته باشی افی مش کاتب نو و بعد طبق اون چیزی که نوشتیم جای سخت گرفتن خداوند بود به خاطر اینکه دستور داد خداوند به اونها که اونا مثل ملت های دیگه پادشاه نخوان و اینا اومدن گفتن ما پادشاه میخوایم که قضاوت کنه ما رو مثل ملت ها و این بود که هشم سخت گرفت ولی اگر اونا میگفتن ما پادشاهی میخوایم اونطوری که خدا بخواد نه اینکه برای قدرت و جبرود مثل ملت های دیگه اونها دستور هشم رو داشتن انجام میدادن درایتی و دیدم در سرنین پرق کوهنگادول که اختلاف دارن ربوت نوزال ریبی اودا میفرماید سه تا میسوا دستور داده شدن جامعه اسرائیل وقتی که به وارد شدن اول اینکه پادشاه بگذارن بر خودشون دومی که نسل از می ببرن سوم که به تمیق رو بسازن ریبی نهورای میفرماید گفته نشده این پاراشا بلکه مقابل شکایتی که اونا میکنن و میان میگن ما پادشاه میخواهیم و صحبت هایی که ما گفتیم طبق ریبی اودا در میاد نه طبق ریبی نهورای همچنین که هلاخان طبق ریبی است و همینطور رنبان میبره در فصل اول از ایل خود ملاخیم با وجود این لازمه که ما بیاییم و پاسخ رو سر جای خودش قرار بدیم طبق نظر بین اورای که معنی سادی پاسخ که میگه سوم تاسیم یعنی میسوا داره که بر خودت پادشاه بگذاری به افشال لومر و ما امکان داره که بگیم اگر جامعه اسرائیل کاشل باشن دیگه اینا پادشاه نمیخوان و یا ادونای لمل خلیم خداوند پادشاه اونهاست همونطوری که میفرماید ادونای الوهیم ملک خیم و خداوند قادر شما پادشاه شماست همچنین خداوند میخواد که پادشاه باشه بر جامعه اسرائیل به تنهاییش ولی اگر اسرائیل ها وارد بشن به دایره درخواست که میخوان پادشاه بر خودشون آن وقت دستور پادشاه بر اونها داده شده که سوم تاسیم میتونید پادشاه قرار بدید بنابراین لو امرکاتوف سوم تاسیم پاسخ نگفته البته به گذار پادشاه بلکه بعد از اینکه گفته و آمرت آسیما یعنی وقتی که تو بیای درخواست پادشاه کنی اینجاست که من به تو اجازه میدم البته با شرایطی و بعد طبق این صحبت ریبی نهورای هم حتی مطلب ما درست در میاد که سمتاسیم میسواه بعد از اینکه تو بیای درخواست کنی که ریبی نهورای میفرماید که در صورتی که شما بیاید بخواید درخواست کنید و طلب کنید پادشاه هشم میگه من اجازه میدم که پادشاه بگذارید که این نظر ریبی نهورای و طبق نظر نیمی نهورای هم صحبت های آرابر خیم اقادش درست در میاد که وقتی شما بخواید پادشاه هشم هم میگه با شرایط میتونید